ما تو فیلم های قبلی با ضرب داخلی آشنا شدیم و ویژگی های ضرب داخلی رو شناختیم. میخوام تو این فیلم یکی از کاربرد های ضرب داخلی رو بهتون یاد بدیم. به دست آوردن زاویه بین دوتا بردار. به اسلاید اول دقت کنیم. فرض کنیم که من دوتا بردار دارم A و B. اگر زاویه بین این دوتا بردار رو تتا نامگذاری کنم که تتا زاویه بین 0 تا 180 باشه، زاویه بین دوتا بردار از این رابطه‌ای که میگم به دست میاد. شما ضرب داخلی رو بلدین. آدات بی میشه اندازه یا اندازه بی در کسینوس. طرفین این رابطه رو به یه دونه اندازه یا اندازه بی تقسیم میکنم. کسینوس تتا میشه آدات بی به روی اندازه یا اندازه بی. این رابطه ای که شما میتونید از اون زاویه بین دوتا بردار به دست بیارید، ولی من این رابطه رو این مدلی دوست ندارم. من دوست دارم فارسی اینو شما تو ذهنتون نگهداری، نه به صورت فرمول. یعنی چی؟ یعنی از این بعد کسینوس زاویه بین هر دوتا بردار یا خاصی، تا بهت گفتم زاویه بین دوتا بردار چی میشه، اینجوری میکنی، میگه کسینوس زاویه بینشون مساوی است با ضرب داخلیشون به روی اندازه هاشون. ضرب داخلی دو بردار به روی اندازه های دو بردار. اینو این مدلی تو ذهنت نگهدار. بریم تو سوالا. زاویه بین دو بردار A مساوی است با 2i منهای 2j به علاوه k و B مساوی است با i به علاوه k چند درجه است؟ خب سوال دو تا بردار داده و زاویه بینشون رو میخواد. خب من طبق رابطه‌ای که میدونم هر وقت زاویه بین دو بردار رو میخوای میگی ضرب داخلیشون بر روی اندازه‌هاشون. چون الان بردارهای من A و B ان، پس ضرب داخلیش میشه عدد B، اندازه‌هاش هم میشه اندازه A در اندازه B. پس فقط کافی نره ضرب داخلی کنیم. خب x اینو در x این ضرب کنم میشه 2، ایگرگ این منهای 2، ایگرگ این 0 در هم ضرب کنم حاصلش 0، زد این 1، زد این هم 1 اگه در هم ضرب کنم حاصل 1. اندازه بردار آره بلدیم به دست بیاریم. رادیکال دونه دونه مؤلفه‌اش با توان 2 که میشه رادیکال 4 به علاوه 4 به علاوه 1 یعنی میشه 3. اندازه بردار بی هم میشه رادیکال 1 به علاوه 0 به علاوه 1 چون ایگرگ نداره، که حاصل میشه رادیکال 2. صورت 0 با 3 مخرج میره، حاصل میشه 1 بر روی رادیکال 2، که اگر من اینو گویاش کنم میشه رادیکال 2 دوم. پس کسینوس تتا رادیکال 2 دومه. تتا یعنی زاویه بینشون میشه چند؟ 45. یعنی پاسخ میشه گزینه 2. سوال بعدی دقت کنید. اگر A 1 2 5 و B 3 1 7 و C 4 منهای 1 و 5 سه رأس یک مثلث ABC در فضای عرصه باشن، آنگاه اندازه زاویه A کدام است؟ تو این سوال سه تا رأس یک مثلث رو به من داده و زاویه یکی از اون زاویه ها رو میخواد. من هر وقت زاویه رو در هندسه تحلیلی بخوام یک رابطه بیشتر تو ذهنم نمیاد. کسینوس زاویه بین هر دو بردار میشه ضرب داخلیشون به روی اندازه هاشون. اینو این مدلی تو ذهنت نگردار. حالا به سوال دقت کنیم. من زاویه A رو میخوام. زاویه A در مثلث میشه زاویه بین بردار AB و بردار AC. پس در واقع طراح سوال منظورش زاویه بین AB و AC بوده. تو میدونی زاویه بین دو تا بردار رو میخوای، کافیه اون دو تا بردار رو در هم ضرب داخلی کنی به روی اندازه هاشون. پس میشه AB دات AC به روی اندازه AB و اندازه AC. پس من اول آب رو به دست میارم که میشه بی منهای آ، دونه دونه که کم کنیم مؤلفه‌اش میشه 2 منهای 1 2. بردار آسه رو به دست میارم که میشه سی منهای آ، که دونه دونه مؤلفه‌اش به دست میارم 3 منهای 3 و 0. حالا تو رابطم جایگذاری میکنم. ضرب داخلی میشه اولی در اولی 6، به علاوه دومی در دومی 3، به علاوه سومی در سومی 0. اندازه اینو حساب کنم 3 میشه، اندازه اینم میشه 3 رادیکال 2. صورت 9، مخرج 9 رادیکال 2. 9 هاشو بزنم میشه 1 به روی رادیکال 2 که گویاش کنم رادیکال 2 دوم. کسینوس تتا رادیکال 2 دومه، پس تتای من 45 درجه است. پس زاویه بین دو بردار AB و AC که همون زاویه A میشه برابر با 45 درجه شد. به سوال بعدی دقت کنین. اگر اندازه A باشه 2 رادیکال 2، اندازه B باشه رادیکال 2 و زاویه بین A و B برابر 60 باشه، کسینوس زاویه بین A به علاوه B و A منهای B کدام است؟ اون بچه‌ای که فرمولی حفظ میکنن با این تیپ مسائل مشکل دارن. اونا میان میگن زاویه بین دو بردار میشه عدد فی به روی اندازه یا اندازه بی، و اینا رو نمیتونم به راحتی حل کنم. ببین سوال خاصش زاویه بین A و B نیست. زاویه بین A و B رو به من داده 60، گفته زاویه بین آیه به علاوه بی و آیه منهای بی رو به دست بیار.
طبق نکته‌ای که بهت گفتم وقتی زاویه بین دو تا برد رو می‌خوای کافی ضرب داخلیشون برای اندازه‌هاشون حساب کنیم که میشه کسینوس اون زاویه. فقط من یه نامگذاری اول انجام میدم. زاویه بین A و B رو من با آلفا نشون میدم طبق فرض سوال 60. زاویه‌ای که سوال می‌خواد یعنی زاویه بین A به علاوه B و A من های B رو از این با تتا نمایش میدم. خود سوال اندازه و اندازه B به آلفا رو داده. خب سوال زاویه بین چی رو میخواد؟ زاویه بین آی به علاوه بی و آی منهای بی یعنی کسینوس تتا رو میخواد. خب من میدونم ضرب داخلی این دوتا بردار به روی اندازه هاشون رو باید بنویسم. پس می‌نویسم آی به علاوه بی دات آی منهای بی به روی اندازه آی به علاوه بی آی منهای بی. خب این که طبق اتحاد ها میدونیم که اتحاد مزدوج میشه اندازه آ به توان دو منهای اندازه بی به توان دو به روی اندازه آی به علاوه بی و اندازه آی منهای بی. یه نگاه بنداز. اندازه آ رو داریم. اندازه بی رو داری ولی اندازه آی به علاوه بی آی بن های بی رو نداریم. دانش آموز اینجا سری میگه چرا نداریم؟ اندازه آی به علاوه بی میشه جمع این دوتا یعنی سه رادیکال دو. غلطه ها، نیای از این کار رو انجام بدی. یا بهت گفتم اندازه جمع یا تفریق چند تا بردار خاصی باید به توان دو برسونی. پس من باید برم اینا رو تازه حساب کنم. من وقتی اندازه آی به علاوه بی رو میخوام میام اونو به توان دو میرسونم تا رابطهش به دست بیاد. خب عادت پی هم که میشه آ بی در کسینوس زاویه بینشون که من آلفا در نظر گرفتم. اگر به جای اندازه آ دو رادیکال رو بذارم به توان دو میشه 8. اندازه بی به توان دو هم میشه 2. اینم که دو رادیکال دو به جای آلفا هم که 60 میذارم اندازه آی به علاوه بی به توان دو 14. پس اندازه آی به علاوه بی خودش میشه چند؟ رادیکال 14. به همین ترتیب من اندازه آی منهای بی رو به دست میارم. یعنی اول به توان دو میرسونم اتحادشو مینویسم اینو بازش میکنم میشه آ به در کسینوس. به جای اندازه آ دو رادیکال دو میذارم که به توان دو میرسه میشه 8. به جای اندازه بی رادیکال دو میذارم به توان دو میرسه میشه 2. دوباره اندازه آ بی رو از رابطه جایگذاری میکنم. زاویه بین آ و بی هم که آلفا نامگذاری کردیم و 60 داشتیم که حاصل بعد از عملیات ریاضی میشه 6. جذر که ازش بگیرم آی منهای بی میشه چند؟ رادیکال 6. پس من آی به علاوه بی و آی منهای بی رو به دست آوردم. رادیکال 14 و رادیکال 6. حالا سوال چی از من میخواست؟ من به من گفته کسینوس تتا رو به دست بیار. من که اینجا قبلا رفته بودم این دوتا رو نداشتم که رفتم حساب کردم. حالا یه جایگذاری ساده و جواب به دست میاد. به جای اندازه آی به علاوه بی رادیکال 14 میذاری، به جای اندازه آی منهای بی رادیکال 6 میذاری، آ دو منهای به دو میشه 8 منهای دو یعنی 6. اگر صورت مخرج در یه دونه رادیکال 6 ضرب کنم صورت میشه 6 در رادیکال 6 به روی 6 که 6 هاشو ساده کنم میشه رادیکال 6 به روی رادیکال 14 که سادهش کنم میشه رادیکال 3 هفتم یعنی کسینوس تتا شد رادیکال 3 هفتم که دقیقاً هم سوال از من کسینوس زاویه رو خواسته بود که پاسخ میشه رادیکال 3 هفتم. یه نکته‌ای که میخوام با هم دیگه بررسی کنیم اینه اگر زاویه بین دو تا بردار منفرجه باشه یعنی اون تتا 90 باشه تو ناحیه چندم قرار میگیری؟ ناحیه دوم. ناحیه دوم کسینوس چیه؟ منفی. پس کسینوس تتا منفی میشه. حالا به من بگو ببینم عادات بی فرمولش چی بود؟ اندازه آ اندازه بی در کسینوس. اندازه ها که همیشه اعدادی مثبتن. اگر کسینوس منفی باشه کلن عادات بیت منفی میشه. اگر کسینوس مثبت باشه کلن عادات بیت مثبت میشه. الان چون کسینوس منفیه پس قطعا ضرب داخلی دو بردارم منفیه. به همین ترتیب اگر زاویه بین دوتا بردار حاده باشه یعنی کمتر از 90 باشه تو ناحیه اولی کسینوسش مثبت، طبق رابطه عادات بی مساوی است با اندازه آ در اندازه بی در کسینوس زاویه بینشون. اندازه ها که مثبته، کسینوس هم که الان فهمیدیم چیه؟ مثبته. پس عادات بی مثبته. پس یه نکته مهم، اگر زاویه بین دو بردار منفرجه بود ضرب داخلی اون دو بردار عددی منفی، اگر زاویه بین دو بردار حاده بود ضرب داخلی اون دو بردار عددی مثبته. یه مثال از این نکته با هم حل کنیم. اگر دو بردار آ باشه آی به علاوه جی به علاوه دو ایکس کا و بی هم باشه آی به علاوه جی به علاوه کا، اندازه تفاضل دو بردارم از اندازه جمع دو بردار بیشتر باشه حدود ایکس کدامه؟ سوال اومده دو تا بردار داده گفته اندازه تفاضلشون از اندازه جمعشون بزرگتره. خب بعضی از بچه‌ها این مدلی حل میکنن، میرن آ رو منهای بی میکنن، آ رو با بی جمع میکنن، اندازه هاشو به دست میارن، اندازه آی منهای بی از آی به علاوه بی بزرگتر میذارن، میرن یه نامعادله حل میکنن و جواب به دست میارن. راه غلط نیست ولی طولانیه.
کسایی که یه ذره باهوشترن و حواسشون جمعه میدونن که آیه به علاوه بی آیه منهای بی در کنار هم معنی قطرهای متوازی الاضلاعی رو میده که آبی دو ضلع مجاورشن. اینا رو قبلا با هم دیگه تو جمع و تفریق هندسی کار کردیم. حالا آیه منهای بی از آیه به علاوه بی بزرگتره. یادت بیار چه موقع قطر آیه منهای بی از قطر آیه به علاوه بی بزرگتر بود؟ زمانی که دوتا بردار زاویه بینشون منفرجه باشه. اون وقت این آیه منهای بیه که ضلع سوم مثلث میشد از آیه به علاوه بی که قطر متوازی الاضلاع میشه چی میشد؟ بزرگتر میشد. پس من همینجا فهمیدم که تتای من منفرج است، یا بهتر بگیم بزرگتر از 90. پس تتا در ناحیه دوم قرار میگیره، کوسینوسش چی میشه؟ منفی. پس قطعا ضرب داخلیشون منفیه. پس من به راحتی اگر ضرب داخلی آ و بی رو منفی بذارم به پاسخ سوالم میرسم. ضرب داخلی این اولی رو در اولی ضرب کن، به علاوه دومی در دومی، به علاوه سومی در سومی، که حاصلش میشه 1 به علاوه 1 به علاوه 2 x کوچکتر از 0. از حل این به x کوچکتر از منفی 1 میرسیم. پس ما تو این فیلم به شما یک نکته بسیار مهم رو یاد دادیم و اونم تعیین زاویه بین دو بردار به کمک ضرب داخلی.